با درود به همه بینندگان عزیزم، آدریان هستم. با یه آشپزی دیگه به آشپزخونه من خوش اومدین. امروز می‌خوایم با هم کیک کرامبل آلمانی درست کنیم. موادی که برای این کیک خوشمزه نیاز داریم: شکر 150 گرم، کره 150 گرم، تخم مرغ 3 عدد، آرد 150 گرم، ماست شیرین 150 گرم، بیکینگ پودر 1 قاشق غذاخوری، وانیل نصف قاشق چایخوری، نمک 1/8 قاشق مرباخوری. قبل از اینکه این کیک خوشمزه رو شروع کنیم، باید فرو با دمای 180 درجه سانتیگراد روشن کنیم تا فر گرم شه. آرد و بیکینگ پودر رو 3 بار الک باید بکنیم. تخم مرغ، کره و ماست رو هم قبل از اینکه مواد رو با هم مخلوط کنیم، باید نیم ساعت قبل از یخچال خارج کنیم. مواد لازم برای کرامبل: بیسکویت دایجستیف 1 بسته، گردو خرد شده 50 گرم، کره 50 گرم، پودر قهوه فوری و دارچین از هر کدوم 2 قاشق مرباخوری، شکر 50 گرم. در ابتدای کار مواد کرامبل رو حاضر می‌کنیم. بیسکویت های دایجستیوی که داشتیم رو به کمک دستاتون باید به قطعات کوچک خرد کنید. گردوهای خرد شده رو اضافه میکنیم، پودر قهوه فوری و دارچین، شکری که داریم و مقدار کره‌ای که داریم، و حالا باید کل مواد رو با نوک انگشتامون مخلوط کنیم تا کره به خورد کل مواد بره. کرامبل ما حاضر شد، مواد رو کنار میذاریم و شروع میکنیم به درست کردن مواد کیکمون. داخل یه ظرفی شکر و کره‌ای که داریم رو اضافه میکنیم و همینطور نمک و وانیل رو. این مواد رو با همزن دستی مخلوط میکنیم و ادامه کار رو با هم میبینیم. از مخلوط کردن شکر، کره، نمک و وانیل، تخم مرغ ها رو یکی یکی اضافه میکنیم و همچنان با همزن دستی مواد رو با هم مخلوط میکنیم. تو این مرحله آرد و بیکینگ پودری که از قبل الک کردیم رو اضافه میکنیم و مواد به صورت دورانی مخلوط میکنیم. و در آخر ماستی که داریم رو طی 3 مرحله به کل مواد اضافه میکنیم و مواد رو همچنان دورانی مخلوط میکنیم. یه قالبی رو در نظر بگیرید، کف قالب کاغذ روغنی پهن کنید و از مواد کرامبل کف قالبمون یه لایه پهن میکنیم. مواد رو کف قالب پهن میکنیم. از مواد کیکمون روی این مواد میریزیم. مکه لیسک یا یه قاشق سطح مواد رو صاف میکنیم. ما بقیه مواد کرامبلمون که مونده بود رو روی سطح
مواد کیکمون میریزیم. و به کمک پشت قاشق این مواد رو کمی فشار میدیم که داخل مواد کیکمون فرو بره. مواد حاضره که داخل فر قرارشون بدیم. به مدت 40 دقیقه باید این کیک داخل فر بمونه. بعد از اینکه حاضر شد، پایان کار رو با هم میبینیم. کیک کرامبل آلمانی ما حاضر شد. تقدیم شما. این کیک میتونید از تیکای میوه هم استفاده کنید و کرامبل میوه‌ای درست کنید. زمانی که ماده کیک رو اضافه میکنید توی قالب، دوباره روی سطح کای میوه بچینید. بقیه مواد کرامبل رو روی سطح میوه ها پهن کنید. به این صورت شما میتونید یه کرامبل میوه‌ای هم داشته باشید. توصیه میکنم کیک خوشمزه و متعاوت رو درست کنید و تون رو برای من کامنت کنید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون هم به اشتراک بذارید. برای اینکه بدونید کیکتون پخته شده یا نه، یه خلال چوبی داخل کیک کنید. اگر مواد به خلال چوبیتون نچسبید، نشونه اینه که کیکتون پخته است. ولی تا زمان نیم ساعت اول نباید درب فر رو باز کنید. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشین. تا یه برنامه دیگه، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود.